رادیو همراه بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. سلام عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، از اونجا که میدونم اول مشخصات شخص رو میپرسین، شاید بهتره خودم معرفی کنم. اول من 31 سالم هست، تقریبا 3 سال و نیم سوئد هستم. بچه اول از 2 فرزندم، فرزند دوم خواهرمه که 7 سال اختلاف سن داره. این روزها، یعنی این 3 سال و نیمی که سوئدم، میتونم بگم روزای خوبمه، ولی متاسفانه الان یه سری مسائل نمیذاره که این روز خوب بگذره به هم. و اونم یادآوری حال شما برای چی آمدید به سوئد؟ من تقریبا میتونم بگم خیلی شیک از دست پدر مادرم فرار کردم، ولی نه اینکه حالا مهاجرت به شکلهای مختلف. من اقامت سوئد رو داشتم، تصمیم گرفتم سوئد زندگی کنم، ولی دلیلش فقط فرار از دست پدر مادرم. نه، شما آخه شما به هیچ به چه مناسبت اقامت سوئد رو داشتی؟ داستان زندگی توی بچگی اینجا بودن والدین، بعد برگشتن ایران. خیلی من سنم کم بوده، اینجا بودن. شما تو چه مدتی تا چه سنی در سوئد بودید؟ چند سالی پدر مادرم اینجا سوئد بودن به دلیل جراحی پدرم. خیلی کوچیک بودم من، تقریبا مثلا میتونم بگم 1 سال و نیم این سنا من اینجا بودم، بعد برگشتن ایران. بعد در ایران شما چی خوندید، چه کردید، بازار ازدواج کردید؟ من ادبیات فارسی خوندم و همزمان باهاش، به خاطر اینکه رتبه 2 رقمی دانشگاه بودم، همزمان باهاش داروسازی هم خوندم و فوق لیسانس هم ممتازی قبول شدم، همون ادبیات فارسی البته خوندم. آخرین اتفاقی که استارت اینو زد که من دیگه بریدم از همه چی، تو یه خواستگاری که اومده بود، یه اختلافی با پدرم بود. پدرم به شدت عصبی بود از بچگی. من فقط کتک خوردنم یادمه، از 2 سالگی یادمه، به وضوح یادمه، متاسفانه. آخرین بار به اینجای ختم شد که من نمیخواستم اون خواستگاری که اون میپسندید همیشه کسی بود که من نمیخواستم، چون آدم معقولی نبود، تحصیل کرده نبود. به دعوا ختم شد. این دعوا به ضرب و شتمی که حدود 100 تا بخیه رو تن من گذاشت و من خیلی شیک دیگه سعی کردم از اون به بعد رفتار رو برو. شما 100 تا بخیه داشتید و این رو با پلیس و اینا در میون نگذاشتید؟ نه نه، کردم این کارو به خاطر خانواده. هیچکی حمایتی نمیکرد به خاطر آبرو. پدر من نظامیه، یعنی نظامی بود، ولی قدرتش همچنان داره به خاطر ارتباطاش و دوستاش، و به خاطر آبرو این کارو نکردم. من خودم اون موقع استادیار بودم. بعد از یعنی آبرو که نه، چون من رو خط رادیو، آبرو یعنی قضاوت و نظر یه عده مردم که وقتی که به این موضوع میرسن 99% احمق، ابله، بیمار، بدبخت، بیکارن، نظر اونا اینقدر مهمه که من 100 تا بخیه بخورم حرفی رو بهش نزنم؟ نه، ولی نمیتونستم. چی کار میتونستم بکنم؟ نهایتش این بود که دیده بودم تو پرونده های دیگه هیچ به هیچ جایی ختم نمیشد. نهایتش من همونجا کنار دستشون بودم، دوباره به یه دعوای دیگه ختم میشد، به هیچ چی ختم نمیشد. به نظر من اون تنها راه و فرار دونستم که تنها راه همین بود که مهاجرت کنم یه جایی دور ازشون. حالا اونو متوجه هستم عزیز، فقط شما چقدر زبان سوئدی رو میدانستید 3 سال نیم قبل که اومدید، یا فقط در اونجا مدت کوتاهی زندگی کردید در طفولیتتون؟ هیچ چیزی نمیدونستم، از صفر اومدم شروع کردم. الان تقریبا 1 ترم هستش که ورودی دانشکده مهندسی رو گرفتم و مشغول شدم اینجا به رشته دیگه. یه تایم کوتاهی تو داروخونه کار کردم، البته قبلش مجبور شدم درس بخونم که اجازه کار تو اون زمینه رو بگم، یعنی کارت اجازه کار تو داروخونه رو پیدا کنم، ولی علاقه نداشتم. و یه تایمی تو اداره پلیس وارد شدم، اونم دیدم جزو علاقه هام نیست و این رشته مهندسی رو انتخاب کردم. ولی در کل الان مشکل خیلی برای من حداقل بزرگتر از این شده. من قبلش که تو ایران بودم هیچ دوست پسری نداشتم، یه خانواده بسیار مذهبی و بسیار کنترل رو من بود، هیچ آزادی نداشتم. من بعد از کلی کار و زحمت، حتی مثلا دست رنج خودم دسترسی نداشتم به خاطر کنترل بیش از حد پدر مادرم و کتک و دعوا و کتک و دعوا. و الان مشکل من چیز دیگه، یه خشمایی که حالا تو من هست، ولی یه به جز اون یه مشکل دیگه که
اصلا باعث شد که خیلی بیشتر همه اینو یادم بیاد. پارتنرایی که من انتخاب میکنم، من بعد از اومدنم به سوئد با 3 نفر آشنا شدم. با اولی خیلی کوتاه بود، شاید به 1-2 ماه، بعد دیدم مثل پدرمه، همونقدر بی اعتماد به من، همونقدر بی توجه و خشمگین به من، و جدا شدم ازش. از 2 ماه آشنایی اصلا وارد رابطه نشدیم. نفر بعدی رو وارد رابطه شدم، اول خیلی خوب، همه چی اوکی، ولی دقیقا کپی برابر اصل رفتارهای پدرم. منو توهین میکردیم، مشکلات داشتیم، توهین میکرد، دعوا، و بعد یه کادوی میخرید، یه هدیهی میگرفت، انتظار داشت همه چی من فراموش کنم. این کودکیم که یادم میاد که پدرم کتک میزد، بعد مثلا با یه کادو میخواست من برم بغلش. این مال 2-3 سالگی منه. اوکی، من از رابطه با این آدم اومدم بیرون با 2 تا روانشناس مختلف، یکی سوئدی یکی ایرانی، همه اینا در جریان گذاشتم. بابام جان، من دارم نمیدونم، حس میکنم به خاطر زخمایی که باره دارم یکی شبیه بابامو هی انتخاب میکنم، دارم میفهمم. اوکی، گفتن نه خب انتخاب نکن، بابات خشن بود. اوکی، خشن انتخاب نکن. گفتم باش. هیچ توی سوئد به خاطر اینکه خیلی تجربه ندارم پزشکاشون، نمیدونم به خاطر تعداد کم، خب نمونه های کم تری دارن توی حالا یادگیری. نفر سوم بسیار آدم آروم، خوب به من توجه بکنه، ولی الان تهش هم دارم ببینم اونم مثل بابامه. بابام یه آدم منفعلی بود که مثلا اگر نمیدونم 100 کرون 100 تومن داشت، اونو لازم نمیدید اونو بکنه 150. یه آدم منفعل، یه آدم نمیدونم اهل هیچی، اهل کار نباشه، اهل هیچی نباشه. و این آدم هم الان دقیقا شبیه اونه. یکی مشکلات من اینه، و دومی خشمی که نسبت به پدر مادرم. نه صبر کنید آخه عزیز من، صبر کنید جانم، صبر کنید. اولا ما میدونیم قاعده ای که برای انتخاب همسر اینه که ما میدونیم با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمونه. بنابراین شما وقتی با کسی آشنا میشید، اون چیزی که باید چک کنید این است که آیا واقعا اون آدم چنینه، چون ممکنه ظاهرا یه جور دیگه وانمود کنه یا نه. این اول. دوم، شما چرا اینقدر علاقه دارید درگیر رابطه بشید و بعدم رابطه رو اینقدر عمیق و سنگین کنید که بود و نبود این توفه ها برای شما مسئله باشه؟ روابط شما که اومدید کشوری مانند سوئد، روابط سطحی گذرا بدون تعهدی، انتظاری، توقعی، تا زمانی که خوبید خوبید، وقتی هم که نیستید خدا پس. آقای دکتر، من اونو نمیخوام. من هیچ وقت توی خانواده نبودم، من ریز نشدم، ولی اگه بخوام ریز بشم براتون، من هیچ وقت احساس پدر مادر داشتن نداشتم. خیلی خوب نداشتید. من الان نمیخوام خانواده میخواد. نه بی خود. من حتی میرم با آدم هایی خوب اینا نه صحب کنین، اینا بیماریه. من برگردم بگم، چون اولا مثل اینکه خانواده یه چیزی زی آدم نداره، مثل که آبی که آدم تشنه است بهش ندم تشنه میمونه. نه، خانواده نداشتید که نداشت، خانواده بعدی هم داشتید قبول، ولی حالا که دلیل نمیشه که من برم تشکیل خانواده ای بدم که باز همون درد و عذابا رو داشته باشه. منم میخوام همون تشکیل همون خانواده رو ندم، ولی چجوری؟ اصلا تشکیل خانواده ندید شما؟ شما برزما دارید؟ نمیخوام تنها بمونم، نمیخوام تنها ببینم. من آدم ها تنها نیستن، آدم ها تنها نیستن. در سوئد هم مردم ارتباطات گذرا دارن، تنها هم نیستن. همیشه تو سن 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 آدم هایی پیدا میکنن که تنها نباشن. ولی به بهانه اینکه من نمیخوام تنها باشم کردم خودشو تو چاه نمیاندازم. مثلا نمیفهم چی میگید. من برگردم بگم من دلم میخواد با کسی دیگه نصب کنید؟ نه، بازی در نیارید. من برگردم بگم من دلم میخواد با یکی نهار بخورم، ولی هر کی بخواد نهار بخورم بعد منو کتک میزنه. خب منم میخوام با یکی نهار. خب نخور نهار، اصلا نهار نخور عزیزم. ما تو دنیایی هستیم که نمیشه که واقعیت رو نادیده گرفت. به علاوه شما الان با همین دوتا مثالی که من زدید، همه ای آدم ها یه جای شبیه پدرشون هست. بعد یه کسی پیدا کن آرومه، میگید اونم وضعات آروم. یه کسی فوش بده، میگه وضعات فوش بده. یه کسی است که نمیدونم با دوستان بسیاری بوده، کسی که با دوست هست میگید با شبیه بابا ماخ. شما در به در مثل اینکه آمدید در این میگردید ببینید صفات انسانی که پدرتون داشته خوب و بد توی آدم دیگه هست یا نیست. عین پدرمه. اولا شما درگیر، شما 35 سالتونه، با توجه به سابقه و وضعیتی که به این بدی داشتید و این همه آسیبی که دیدید عزیز، جایی برای اینکه من اینو میخوام و دوست دارم نیست.
شما چیزایی که حقتون بوده، احتیاجتون بوده، بدون اون شما رو از پا در می آورده نتونستید کنار بیاید. حالا اینکه من دوست دارم، دلم نمیخواد، بعدم برای آینده مال 30 سال بعد میخوام 30 سال دیگه تنها نباشم، مثلا یعنی چی؟ شما در اون سوئدی که هستید آدم های 50، 60، 70، 80 سالشون تنها هستن؟ نه. آیا یه بایدی داشتن که باید ازدواج کنن و باید تشکیل خانواده بدن؟ نه. شد شد، نشد نشد. شما که آمدید اونجا یک کمی هم شبیه اونا باشید. چرا تمام زندگی شما باز شده رابطه با مردان که هرچی باشن یه نوعی شبیه پدر شما هم هستن، یا شبیه آدم های دیگه هستن، یا اصلا شبیه نه؟ به هر حال هیچ کسی به این راحتی با ما کنار نمیاد. شما من یه کپی خودتونم درست کنم کنارتون بذارم با شما اختلاف خواهد داشت. شما حالا دنبال یه رابطه خیلی خوب سالم صحیح هستید، مجبورم این حرف رو بزنم. خودتون شما سالم نیستید. شما حتی از نظر من اگر یه مرد سالمی هم دستتون بدن، با این حال و روحیه و نگاهی که دارید، حال تازه میخواید بچسبید به خشم ها و غم های گذشتتون که کاملا حق دارید، خرابش میکنید. شما اصلا آماده برای ازدواج نیستید، برای رابطه جدی نیستید، رابطه سطحی گذرا. هر وقت هم که خودتون نخواستید یا اون نخواست، میرید دنبال کارتون، میخواید روزا و ایامتون رو پر کنید. اگر میخواید با یه مرد پر کنید، در این حد باشه. اگر هم هست، بقیه زندگی رو شبکه ای از دوستان خانم پیدا کنید، درگیر این مقدار فعالیت هایی بشید، زندگیتون رو پر کنید. برای مجبورم یه چیزم به شما بگم عزیز، چون نمیتونم پنهان کنم، شما رشته ها رو هم همینجوری انتخاب میکنید. شما آمدید ادبیات فارسی، بعد یه دفعه داروسازی، بعد آمدید اینجا، حالا تو این سن مهندسی. آقای دکتر، ادبیات فارسی رو چون من سراسری دولتی قبول شدم، مجبور بودم. داروسازی هم به خاطر عزیز من، من حرفای عجیب و غریبی نزنید. هیچ کس که مجبور نیست بره درسی بخونه، میتونه نخونه. بعد رفتی داروسازی، بعد حالا مهندسی. مهندسی از کجا در اومد؟ شما سابقه ای نداری. این رشته مورد نیاز علاقه هم تقریبا بهش بود و بیشتر پول ساز بود، بیشتر به خاطر این رفتن سمتش. نمیدونم من، شما برای خودت مثل اون حرف کارهای بابا جواب داری عزیز. معقول و منطقی نیست تو 35 سالگی ما. شما چه رشته مهندسی است بهش علاقه من شدی؟ من 31 سال هم آقای دکتر. میگم بیشترش به خاطر این بود که اینجا شغل براش زیاد هست برای یه خانم و درآمدش بالا. خب چه رشته ای هست؟ یعنی ریلوی. یعنی چی؟ من نمیدونم. ریلوی راه آهن، مهندسی راه آهن. شما میخواید بعدا را بیافتید دنبال ریلا را بیافتید تو شهر؟ نه، طراحیشون اگر نیاز به تعمیر داشته باشه. حالا اون وقت شما به من میخواید بفرمایید یه همچین رشته‌ای که طراحی راه آهن یا خطوط راه آهن هست اینقدر بازار بزرگی داره؟ شوخی دارید با من؟ این یه کاریست. اولا بسیار از اوقات صنعت راه آهن یه چیزیست که ای بس ها 10 سال به 10 سال هم، ای بس ها 10 کیلومتر هم بهش اضافه نمی کنن. یه چیز هست که آخه فقط این نیست آقای دکتر، این هستش که بخواد چطوری بگم، همون که این قطار ها بخوان حرکت کنن، برنامه ریزیشون هست. اگر تعمیر بخواد، قطار سود خیلی قدیمیه، نیاز به تعمیر داره و راه های جدید داره باز میشه، کار براش خیلی زیاد هستش. این چیزی که حداقل حتی الان دارن به همون میگن، بازار کار زیاده و خب یه پروژه خیلی آدمای زیادی میخواد. یه سری که سفارش میگیرن، سفارش میدن کالاها رو، از خارج سفارش میدن. من باور نمی کنم شما رو هستم. شما اگر راجب نونوایی هم حرف بزنید، کسی دارن نیم ساعت سخنرانی کنید که همه نون احتیاج دارن، غذای مردم هست، انواع مختلفش رو میخوان. الان بازار کار سوئد اینو میگه، مثلا به پزشکی نیاز داره، بازار نیاز داره. بازار کار سوئد عزیز من، من بحثم بازار کار سوئد نیست. اصلا این پریدن شما از رشته‌های بسیار مختلف و متفاوته که تحصیلات قبلی شما، آقایای شما رو نادیده میگیره، صفر میکنه. مرزمونه. بله، من با راه آهن و مهندسی کاری ندارم. میگم حالا آمدید. علاقم اونجا نبود واقعا. من معلمی رو دوست نداشتم. اینجا اون رشته به درد نمیخورد. من اون رشته رو برای ایران خونده بودم. نه برای سوئد. گفتم عزیز من، اصلا اون رشته تو ایران هم جایی خاصی نداره. حالا شما میگید مجبور بودم که اونم گاهی نداره. حالا آمدید اینجا، رشته تو انتخاب کردید، قبول. شما الان خودتون رو
آدمی سه تا آدم اومدن تو 3 سال نیم تو زندگیتون خوب نبودن. خوب نبودن که نبود. من فکر کنید یه دختر سوئدی رو بگیرید میگه ظرف 3 سال نیم با 5 تا بوده هیچ کدوم خوب نبوده. رفته دنبال کارش. ناراحت هم نیست، اسمشون هم یادش نیست. نه ولی من میخوام این گره و ایراد تو خودم پیدا کنم و درستش کنم. میخوام با روانشناسی الان دارم سعیم میکنم روانشناس ایرانی تو ایران پیدا من کنم. من جوابتون رو میدم. فعلا شما اصلا فکر رابطه بلند مدت طولانی سنگین رو نکنید اصلا. تا 3-4 سال دیگه. یک. برای که نه معلومه مادر خوبی بشید نه همسر خوبی بشید. بنابراین چی هستید؟ با این همه آسیبی که شما دیدید. برای شما با این انتخاباتون هست زیبایی بیشتر رو به وجود بیارید دو مرتبه تمام زخمای گذشته رو به خون ریزی وامی دارید. چه ضرورتی داره عزیز؟ اونم تازه به بهانه آینده. من زندگی نرمال مثل بقیه رو داشته باشم. بنابراین زندگی نرمال مثل بقیه برمیگرده به اینکه یک ما نرمال باشیم، دو نرمال انتظار داشته باشیم. واقع بینانه. شما تازه اومدید سوئد، اون تسلط رو به زبان ندارید، با سوئدیا رابطه محدودی دارید. ناچار برخی از اینا ای بسا ایرانی بودن، ایرانی هم مسائل مشکلات خودشون. بعدم اگر رابطه سطحی گذرا بخواید اون مردم از یادتون نمی کنند و مسئله جدی نمیشه. آقای دکتر با توجه به حالا حرفایی که زدیم من میگم میخوام حتما با یه روانشناسی که حتما ایرانی باشه درمان رو شروع کنم، ولی تشخیصا گاهن اشتباهه. یعنی چی گاه؟ جان حالا حالا لغت گاه که اصلا با تنوین عربی نمیاد بکنم. تشخیص ها اشتباهی شما اصلا این نتیجه رو گرفتید؟ چه تشخیصی رو شما دادن؟ که از اونجایی که فکر میکنن هیچی خبری نیست، از اونجایی که من باشو صحبت کردم اینجا میگم با یک خیلی یه تر نزدیک یک سال صحبت کردم، ایشون میگم نه یه سری خشم های فرو خورده است، ولی من فکر میکنم خیلی بیشتر از این است. من فکر میکنم کاملا دیگه داره میزنه به افسردگی و حتی بالاتر از اون. خب چون علائمشو کامل تو خودم میبینم. من مطمئنم حرفایی که شما میزنید کاملا بوی استراب و افسردگی و خشم داره. خب حالا بعدش آخه تشخیص چه مسئله رو حل میکنه؟ آخر کارش این که میشون میگن بیا تراپی دارو بخورید. به شما حتما پیشنهاد دارو رو دادن؟ نه ندادن. نه. شما پرو روان پزش رفتی؟ بله. تنها چیزی که دادن خب من اون موقع خوابای بد داشتم، یه ملاتونین دادن به من برای خواب هم. اوکی. بنابراین به نظرشون نیومده که دارو میخوای. اوکی. تو چرا میخوای اونو زیر سوال ببری؟ خب به خاطر اینکه حس میکنم اوضاع خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. به خاطر اینکه الان نه شادم نه زندگی لذت میبرم، نه با این که دارم درس میخونم و هدف دارم، ولی زندگی برام خیلی پوچه. خب اینا نشون دهنده اینه که از ریشه در یه چیزی خرابه. نه و... چرا نصب کنید عزیزم؟ چرا برای خودت یه پزشکی میکنید؟ این حرفایی که میزنید منم میتونم الان نظر بدم که شما افسردگی دارید. افسردگی هم روان درمانی میخواد و دارو درمانی. این اول. پس بنابراین به دکترتون میتونید بگید اگر اصرار کنید علائم رو بگید حتما اونا به این نتیجه میرسن. تو سوئد هم مشکلی برای دادن دارو ندارن، بهتون داروی افسردگی رو میدن. اما شرایط و موقعیت دست شماست. روابط باید رو عوض بشه، ورزش باید وارد زندگیتون بشه، خوابتون باید مرتب و منظم بشه، هر روز سر یه ساعتی بیدار بشه تا به تدریج وقت شبتون تنظیم بشه، موادی که میخورید غذاتون باید به مقدار زیادی مواد سبزی سالم باشه از جمله آب و میوه و سبزی و ایناتون باید بیشتر باشه. این کار هست که همه رو باید با هم بکنید. اگر درستون هم دوست دارید تا علاقه مندید که چه خوب، ما دیگه مشکلی نداریم. مسیر معالجه افسردگی هم که غیر از این چیزی نیست. اون که قرار نیست کاری بکنن، اونا که قرار نیست بیان بیل رو بردارن برن تو وجود شما کندوکاوی بکنن. بله به شما اصلا حرفتون هم درست. میگن بر اساس همه اون بلاهایی که به سرتون آمده شما افسردگی و استراب دارید، شاید هم وسواس و خشم. همه اینا هم به نظر من در شما آشکاره. خیلی خب قبول. ولی فردای تشخیص که ما مشکلمون حل نمیشه عزیز. به کسی بگم تو نمیدونم سرطان داری فردا خوب شده رفته. الان من خدمتتون میگم که شما افسردگی رو دارید، استراب رو دارید، احتمالا زمینه چون از نوع گیر دادنتون وسواس رو دارید، خشم و عصبانیت رو هم دارید.
تو اون مثلث زحمت و نکبت گیر کردید. راه حلش هم دارو درمانی، روان درمانی و تغییر در وضعیت و موقعیت، در روابط، در تغذیتون، در خوابتون و در ورزش. همه اینا رو میشناسیم و شما هم باهاش آشنایی. تموم شده. بنابراین باید یه کاری کرد، مثل آدمی که متوجه میشه نمیدونم 50 کیلو اضافه وزن داره، حالا باید گرم به گرم کمش کن. فردا صبح بلند نمیشه که درست شده باشه. بعدم در جهت روابط، با توجه به توضیحاتی که در قسمت قبلی دادید، به نظر من شما فعلا اصلا فکر روابط جدی رو نکنید. نمیدونم، چون من گفتم لیست سال و نیم آمدم، فکر کردم 35 ساله، 31 سالتونه دیگه بهتر. 2-3 سالی لطفا در مغازه ازدواج و آینده و اینا رو ببندید تا حالتون بهتر بشه، بتونید انتخاب درست کنید و انتخاب درست رو نگه دارید. هیچ کسی هم کار عجیب و غریبی برای شما نمیتونه بکنه عزیز، اونم در یک کشوری مانند سوئد که کار روان درمانی بسیار محدوده و شما ناچار باید از طریق تلفن احتمال زیاد با یک کسی در ایران که هزینه کمتری هم داره این کار رو شروع کنید و 2-3 سالی ادامه بدید تا به یه نتیجه کم کم برسید. مثل اون کاهش وزن یک گرمی که راه دیگری نداره کسی. بعد یه سوال دیگه در مورد مادرم. من پدرم رو میتونم حسن و قلبم بذارم کنار، یعنی تماسم باش صفر بکنم و بذارمش کنار که بر آرامش خودم، ولی مادرم حتی وایس میفرسته برای من گوش میدم عصبی میکنه در مورد مسائل روزانه، جوابش هم نمیدم، آروم نیستم، عذاب وجدان دارم، عصبیم. خب من چیکار کنم؟ یک کسی به شما میگه نه بازی در نیار عزیزم. نه ببین، تو آمدی کم کم داری مسئولیت رو از خودت سلب میکنی، مثل همین کاری که تو حال کردی. مادر تو حرفش، صداش، وایسش اذیتت میکنه، قطعش کن، عذاب وجدان میکشی بی خود. اون پدر و مادر لیاقت پدر و مادری که سهل انسان بودن رو هم ندارن. برای چی نگران چی هستی؟ چه گناهی در حقشون مرتکب شدی؟ مادری که شاهد اون همه کتک خوردن دخترش بوده، به دلیل نادانی و خودخواهی و بیماری و بدبختیش کاری نکرده. حالا تو میخوای با تلفن چی کارش کنی؟ میشته آقای دوستان. پس بلشون. بنابراین بی خودی هم ماجرای احساس گناه و تقصیر و اینا رو برای خودت درست نکن که توش بمونی. تو قربانی مظلوم مظلومی، این همه ظلم و تجاوز به حریم و حقوق و حرمت و وجود و بدن و حتی جسم تو هم شده. حالا توی این شرایط تو بدهکار کسی هستی؟ نه. باید جواب کسی رو بدی؟ نه. رعایت کسی رو بکنی؟ نه. ابدا. حالا هم که به قول خودت فرار کردی، آمدی سوئد. حالا که آمدی سوئد، پرنده ای که از قفس پریده، پرنده ای که تو قفس شکنجهش میدادن، حالا در قفس باز شده، پریده باز دو مرتبه، حالا میخواد سری بزنه به قفس؟ رفتی که رفتی. من به همین جد از که بارها گفتم اینکه ما فاصله جغرافیایی بگیریم که فایده ای نداره، اینکه من پاشم از خونم برم بیرون که مهم نیست، مهم اینه که آیا تو ذهنمم خونه رو کنار گذاشتم؟ آیا هنوز تو نشستی تو سوئد به جای اینکه برنامه تو با ورزش و دوستات و تو اون شهر دنبال حالا محدودیت هایی هست، ولی به هر حال تفریح و سرگرمی هست که دخترای همسن و سال تو ایرانی و سوئدی دارن انجام میدن، درگیر اونا بشی، گرفتی نشستی به گذشته فکر کنی، به پدر مادرت و یا به تلفن های اونا یا حرف های اونا؟ من باورم نمیشه. این درست است که من به تو بگم تو خیابون یه مقدار نمیدونم تیغ و میخ و سیخ و اینا ریخته، تو بگی من میخوام برم اونجا محکم پامو بکوبم به زمین تا یه 5 تا 10 تا از اینا مثلا پای منو زخمی کنه، من رو بینید. خب چه ضرورتی داره بیرون رفتن و یه همچی کاری کردن؟ بی خودی هم با برچسب نرمال و عادی نگو من باید آدما با مادرشون در ارتباطن. نه، آدما در شرایط عادی با مادرشون در ارتباطن. من با مادرم در ارتباط نیستم، برای که سالهاست مرده، هیچ دورم نمیشه، هیچ نیازی هم برای اینکه من صبح بیدار میشم با مادرم حرف بزنم ندارم. بنابراین برای خودت یه دنیایی رو درست نکن که نیست، بر سر همه اینا قصه بخور. تو که فرار کردی آمدی، تویی که پرنده ای که از قفس گریختی، بی برو با مرغهای دیگه زندگی کن. چی کار داری به قفس و گذشته؟ و هیچ وقت هم نمیتونی از گذشته بیرون بیای مگر اینکه زندگی تو الان اینقدر با کار خوب پر کنی که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، یا تصورات و تخیلات بد. فکر که اینا نیستن، ولی به زبان حالا
فارسی معمول شده این رو. در راه دیگه هیچ راه دیگه هم نداری. هیچ. به مجردی هم که چیزی مربوط به گذشته یادت میاد باید به خودت بگی ساکت. بس. برای که هیچ حل مشکلی رو حل نمی کنه. در حقیقت تو فقط داری درد دیروز رو دوباره میخوای تجربه کنی. دوباره آنچه که بر سرت آمده رو ای بسا برخی از اوقات بدتر از گذشته میخوای موجب درد و رنج امروز تو بشه. به همین جاست که من گفتم این رفتن ها درست در حقیقت گذشته رو یا حرفا رو یا صحبت ها رو تبدیل به کارد و چاقو کردن و دوباره خودمون به دست خودمون به خودمون زدن. اینو برای بار هزاران گفتم. من اصلا نه تنها حاضر نیستم برم سراغ گذشته بعد، اصلا حوصله ندارم، حال ندارم جز در شرایط استثنایی مسخره خالی تازه اونم برای گذراندن وقت برم سراغ حوادث خوب گذشته. بیام درباره 4 سالگی یا 14 سالگی یا 24 سالگی یه اتفاق خوب صحبت کنم. اتفاق خوب، اون چیزی که لذت بخش، شادی آفرینه. اصلا به نظر من این کارم اشتباهه. چرا سه اینکه ما بریم سراغ قبرستون و گورستون و بدبختی ها و دردا و رنجایی که کشیدیم و ترسا و ناراحتی هایی که داشتیم؟ اصلا باور نمی کنم. چرا؟ برای که انسان که فرقی نمی کنه، تخیلش با واقعیت همه یه تصویر و یه نتیجه رو توی مغز داره. کمی متفاوتن ولی در تحلیل هایی همونه. بنابراین من روزی که یادم بیاد پدرم منو زده، دو مرتبه پدرم داره منو میزنه. روزی که شما یادتون بیاد به این آدم 10 کرون دادید بهتون نداده، شما یه 10 کرون دیگه هم دادید. ای بسا 20 کرون دو مرتبه دادید. خب 10 کرون شما بهش دادید، خورده نداده، قبول. حالا چرا 20 تا 10 کرون و 10 کرون های دیگه رو همینجوری میفرستید سراغ اون با یادآوری اون موضوع؟ همیشه هم گفتم من عزیزترین عزیزم هم که بمیره میرم خاکش میکنم از قبرستون میاد بیرون. من نمیدونم چرا ما اصرار داریم بدبختی هامون هم با خودمون بکشیم. سوار ماشین میشیم اینا تو ماشین باشن، تو رخت خواب میریم کنار ما خوابیده باشن، تو هر اتاقی میریم باشن، دلمونم خوشه که من گذشته رو به خاطر میارم یا یادم میاد یا چنین یا چنان. خب اصلا اینگونه که نمیشه زندگی کرد عزیز. من لباس 10 روز قبلی که پوشیدم که الان تنم نیست، من غذایی که 20 روز قبل خوردم که الان تو دهانم نیست که دهنمو بجنبونم یا بجوم، اون آخه چیزی نیست. من نمیدونم چرا ما میخوایم این نشخوار بکنیم گذشته رو. باز جمله‌مو تکرار میکنم، حتی به نظر من رفتن سراغ حوادث خوب دیروزم کار عبث بیهوده و بیفایده است. غالب اوقات از سر خالی بودن و ناامید بودن و تنهایی و دنبال بازی و بهانه‌های دروغین برای خوش بودنه. وقتی که خوبا رو به خاطر آوردن مثلا دنبال بدا رفتن چی عزیز؟ تو آمدی اصلا تو ایران نبودی، تو اصلا پدر نداشتی، مادر نداشتی، خودتو خلاص کن. هیچ ضرورت و لزومی هم نداره که آدم داشته باشه یا کنارش باشه. یه دورانی بوده که من به یه چیزی احتیاج داشتم، من به این هوا احتیاج داشتم و الان میمردم. من مادرم پدرم بود کنارم میبودن و الا از بین میرفتم و رنج میکشیدم. تموم شد. شما 31 سالته، آمدی بعدم به قول خودت که از آغاز شروع کردی اصلا گریختی در اومدی. نمیدونم چرا این میخوای بری سراغ ایران. خب برگرد برو ایران، برو کنارشون رو بری. تو آمدی که اونا نباشن، ولی اونا رو با خودت آوردی، همشون رو با خودت آوردی، اونم بدترین حوادث رو، بدترین اتفاقات رو دوربر خودت تو اتاقا جمع کرد. نکن عزیز، این کار دست خودته. راهش هم مشغول بودن به کار خوبه. دوست برو بگرد، برو بیرون درگیر، حتی یه ورزش بشو، برو فوتبال بازی کن، برو با دوستات این ور اونور، برو سفر، اونا میرن اسکی باشون، برو حتی اگر بلد نیستی اونجا میگیری میشی اونا رو تماشا میکنی، حداقل مشغول اونایی. یا یه اسکی به پات میبندی یه 4 متر این ور اونور میری تا کم کم ببینی علاقمند میشی نمیشی. نشدی هم نشدی، حداقل تو رو وادار کرده یه کاری بکنی که گذشته رو به خاطر نیاری. مثلا حرفم اینه، آنان که گذشته را به خاطر می آورند مجبور و محکوم به تکرار آنند، مجبور و محکوم به بردن رنجی حتی بیشتر از گذشته هستند. تاریخ تار یخه، آفتاب آمده اون تار یخ رو آب کرده رفته نیست عزیز. در بسیاری از موارد هم چه تاریخ یا تاریخچه زندگی خود ما چه تاریخ کلی هستن، یه فریب و دروغ و یه بازی و یه برداشت و دریافت غیر واقعی بیناست که هیچ کمکی نمی کن. راه کن عزیز، درگیر کار و فعالیت مثبت بشو، هر کاری میخوای بکن، خواهی مهندسی خوشحالی برو، ولی زندگی تو پر کن.
زندگی خالی تو الان مسئله است، اینکه در آینده من خالی و تنها میمونم نه. کسی که امروز خالی و تنهاست 50 سال 20 سال بعدم خالی و تنهاست، کسی که امروز پره 50 سال بعدم پره. برای مواظب خودت باش، با این خانومی هم در ایران اگه خواستی تلفنی صحبت کن، انتظار توقع زیادی هم نداشته باش. اگرم فکر کنی احتیاج به کمک دارویی داری، ببین از چه راهی میتونی اصرار کنی که به تو دارو بدن، داروی ضد افسردگی هم میخوای و استراحت. خودی هم خود تو اینقدر اذیت نکن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش.